مقاومت و همجنس رژیم متجاوز نشدن، تدبیر خوشوقتی و تدبیر خوشبختی. حدود یک ماه پیش در مورد آماری که در سطح جهان میگیرن و مطالعات بالینی که میکنن در سطح جهان برای اینکه ببینن که کدوم ملت، کدوم کشور خوشحالتر، رضایتمندتر نسبت به سایر کشورها هست، اون رو بحث کردیم و اون مربوط میشد به حدود یک ماه پیش، 20 مارچ هر سال که روز خوشحالی لقب یافته برای توسط سازمان ملل، و عرضم به خدمت شما امروز که روز سوم اردیبهشت ماه 1403 برابر با 22 ماه آوریل 2024 هستش، امروز دوشنبه هستش، به قولم وعده میکنم که قرار شد که در این باره بیشتر صحبت کنیم. متاسفانه باز دوباره با بحرانهایی که در کشور، در منطقه و در دنیا پیش اومد، ادامه اون بحث یه مقداری به تأخیر افتاد که حالا امروز در خدمت شما این رو به بحث میگذاریم. در همین ابتدا تأکید مؤکد میکنم که یک فنلاندی به لحاظ ژنتیکی خوشحال نیست، به لحاظ عرض کنم که بگیم که توی کروموزوماش ژن خوشحالی هست که ما ایرانی ها نداریم، چنین چیزی نیست. بر اساس محققین خود فنلاند، گزارشی که شده این هستش که مردم فنلاند واقعا بسیار زحمت میکشن و تلاش میکنن واسه اینی که ملتی خوشحال باشن. در نتیجه این فرافکنی و اینی که بگیم که خب اونجا هوا خوبه و سرده و گرم نیستش و بقیه چیزهای دیگه، اون رو باید بذاریم کنار و بایستی که ببینیم که هر کدوم از ما به سهم خودمون و به نوبه خودمون چه کاری میتونیم بکنیم، چیمون مگر کمتره از شهروندان فنلاندی که ما خوشحالترین مردم دنیا نباشیم، ملت دنیا نباشیم. و در این جهت خودمون بایستی که به تدبیر امور بپردازیم. در این مورد مطالب بسیار زیادی رو در این چند ماه اخیر در این مورد منتشر کردن که اونا رو سرفصلاشو و چیزایی که مربوط میشه به بحث ما اینجا در خدمتتون ارائه میدم. یکی از شاید ریشه های عدم خوشحالی و رضایتمندی که در کشور ما وجود داره بین ملت ما، چه در ایران چه در خارج از ایران، ایرانیان ناراضی هستند، مسئله تجاوزها به حقوق هستش و این به اصطلاح رژیمی که حاکم هست بر میهن ما. ولی حتی اون رو هم بایستی که راه حلش رو در خودمون پیدا بکنیم، نه اینکه بریم در خارج بگردیم بگیم که فقط کار انگلیسا بوده یا فقط کار اسرائیل و عرض شود که امریکا و شوروی و چین و این حرف هاست. باید ببینیم که هر کدوم از ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم در اینی که در این رده های بسیار پایین هستیم برای خوشحالی، یا اینکه نه بیایم در رده های بالاتر و چرا که اولین کشور نباشیم در دنیا. از تجاوز به حقوق عرض کردم. تجاوز به حقوق، اصلا پدیده تجاوز و سلطه‌گری فقط به یک سلطه‌گر و متجاوز خلاصه نمیشه. خب این چیز واضحیه، برای انجام تجاوز تجاوزگری باید وجود داشته باشه، تجاوز کنندهی باید وجود داشته باشه و تجاوز شوندهی بایستی که وجود داشته باشه. خب آیا به این دوتا منحصر میشه؟ حالا اینجور که این سوالو میکنم لابد موافق میشید با من که نه، به این دوتا نمیشه منحصر، بلکه اون عامل سوم، بلکه مهمترین عامل، اون عامل خارج از این دوتا، یعنی بقیه افراد جامعه که به صورت منفعل فقط ناظر هستن بر این سلطه‌گری، بر این تجاوز، بر این شکنجه ها، بر این
تجاوزها به حقوق، فقط ساکت و منفعل نشستن و نگاه میکنن. خب حالا این پدیده سوم یا یک عامل سوم در این پدیده تجاوزها به حقوق که باعث ناخشنودی و نارضایتی و خوشحال نبودن یک جامعه میشه، باید دید که اون شخص سوم، عامل سومی که عرض کردم، میزان تحملش چقدر هست. حالا در مورد اینکه این مقدار ملموس بشه، در مورد خشونت‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم و می‌رسیم به توضیح اینه که میزان تحمل در کجا چجوری هست و آنها چقدر خوشحالتر یا بدحالتر از ما هستن. اینه که مثلا در یک کشور اروپای شمالی، حالا فنلاند هم در کشورهای اروپای شمالی هست دیگه، یک آقای یا خانم شهردار، یک ماموری توی شهرداری، کردیت کارت، کارت اعتباری شهرداری تو جیبش هست، با خودرو خودش میره توی ایستگاه پمپ بنزین و پول بنزین تو خودرو شخصی، تو ماشین شخصی خودشو با کارت اعتباری شهر میده. میشه مثلا 20 دلار، 30 یورو، 20 یورو، یه همچی چیزایی. جوری مردم اعتراض میکنن که اون شخص، اون شهردار یا اون کارمند شهرداری مجبور به استعفا میشه. خب این یک مثال، مثال زنده، مثال واقعی، چند بارم تکرار شد در کشورهای اروپایی. یه مثال دیگه این که مثلا در کشور ما هزار میلیارد میبرن و اون آقامون بالا نشسته و میگه کشش ندین. ما هم به اندازه کافی اعتراض نمی کنیم. نمی کردیم. حالا اعتراض ها بیشتر شده. الان مثلا اون آقای صدیقی که امام جمعه تهران هستش، بعد از این افشاگری که شد، اون خبرنگاران دلیلی که تحقیق کردن و افشاگری کردن فسادهای مالی این آقای امام جمعه رو، پیش نماز رو، گفته شد که در جمعه‌ای که گذشت تعداد شرکت کنندگان در نماز جمعه بسیار کم شده بودند. در حتی علارغم اینه که با اتوبوس سعی کردن تسهیلاتی فراهم بکنن و مردم رو بکشونن به نماز جمعه، ولی بسیاری نرفته بودن. خب این یه نوع تظاهر، به اصطلاح تظاهرات کردن، اعتراض کردن هستش. ولی خب میشه میزانشو بالاتر هم برد و هرچی این میزانش بالاتر بره، یعنی threshold به قول معروف یا آستانه تحریک پذیری جامعه برای تحمل خشونت، در این مثال خشونت‌های اقتصادی، کم باشه، برسه به همون مثلا 20 یورو که یارو بنزین زده تو ماشین شخصیش، اون وقت میشه که کم کم جامعه به سمت خوشبخت‌تر و خوشوقت‌تر میره و در آمارسنجی‌های دنیا ما اینقدر وضعیت فلاکتباری رو که الان داریم رو نخواهیم داشت. و باز با این تکرار که این بستگی به خود ما داره. همون دانشمندانی که و محققینی که توی فنلاند جامعه خودشون رو بررسی میکنن، دوباره تکرار میکنم، میگن اینجور نیستش که جامعه فنلاندی هم نشسته باشه و بادشون بزنن به قول معروف در ناز و نعمت، بلکه مطالبه میکنن خوشوقتی و خوشبختی رو از دیگران، از خودشون، از یکدیگر و از حکومتشون. خب حالا در مورد تحمل، میزان تحمل خشونت‌های اقتصادی گفتیم، میزان تحمل خشونت‌های اجتماعی رو گفتیم. در مورد مثلا همین حجاب دیدیم که اون فرزند شهیدمون، خانم مهسا رو که کشتنش به خاطر بدحجابی، حجابم سرش بود، به خاطر بدحجابی مردم نپذیرفتن و اومدن بیرون. متاسفانه
با عوامل خارجی وابسته به خارج این جنبش دچار وقفه شده یه مقدار، ولی الان باز دوباره میبینیم که علارغم تهدیدهای بسیار شداد و غلاظی که آقای سردار رادان کرده، رئیس کل شهربانی کل کشور کرده که اگر که حجاب نداشته باشید تو خودرو چه کار میکنیم، تو اماکن عمومی چه کار میکنیم، تو خیابونها چه کار میکنیم، اینا رو یکی یکی شرح داده و گفته که چه کار میکنیم، ولی میبینیم که بعد به غیر از یه مقداری بگیر و ببندها به هیچ وجه نتونستن برسوننش به اون میزانی که در گذشته اعمال میکردن خشونتها رو در مورد همین یک مسئله در مورد حجاب، حجاب اجباری. خب از جمله این به این دلیل بوده که میزان تحمل پذیری، آستانه تحمل پذیری مردم برای تجاوز به حقوق کمتر و کمتر شده، حساستر و حساستر شدن، حساسیت جامعه برای اعتراض، برای عصیان، برای سرپیچی از تجاوز به حقوقشون بیشتر و بیشتر شده و همین این هستش که اگر که ادامه پیدا بکنه از این چیزهای یکی یکی شروع میشه، دست به دست هم میدن و بدین ترتیب هستش که میتونیم به کمک هم دیگه جامعه خوشبخت‌تر و خوشبخت‌تری رو بسازیم و به طور مشخص زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم رو کوتاه‌تر بکنیم. خب حالا در مورد خشونت‌های سیاسی هم بگیم، مثلا اعدام ژنرال‌های شاه در روزها و هفته‌ها و ماه‌های اول انقلاب میزان تحمل در جامعه برای تجاوز به حق حیات انسان‌ها به اندازه کافی پایین نبود، حساسیت‌ها به اندازه کافی بالا نبود. یه عده کمی متأسفانه می‌گفتیم که نباید اینا اعدام بشن، ولی خب متأسفانه اون حداقل لازم مهیا نبود و اون خشونت‌ها، تجاوز به حق حیات، خشونت‌های سیاسی به این ترتیب پیش اومد و اون زمینه ساز شد که دست رژیم باز بشه برای کودتای خرداد 1360 و دست رژیم باز بشه واسه فاجعه ملی جنایت‌ها علیه بشریت در دهه 1360 که اوج اون در تابستان 1367 بود. خب حالا اینا همه یک مخرج مشترکی پیدا میکنن واسه خوشحالتر، رضایتمندتر بودن جامعه، واسه خوشوقت‌تر بودن جامعه. آنچه که اولین کشور دنیا جامعه فنلاند داره، حق اطلاع رسانی، حق اطلاع یابی و حق اطلاع رسانی رو راجبش صحبت بکنیم. حالا در کشور ما که سانسور هست و تحمیل خودسانسوری هست به ما مردم، این قضیه بسیار حیاتی تر هست تا یک جامعه دیگهی مثلا جامعه فنلاند. یعنی ما باید بیشتر در این زمینه کار بکنیم. در یک جامعه فرانسوی در قرن 18 هم که مردم منقلب شدن و انقلاب کردن در سال 1789، اون یک مرتبه بدون هیچ مقدمه ای نبود که در سال 1789 مردم فرانسه انقلاب کردند و اون انقلاب کبیر فرانسه رو اینجور جشن میگیرن هر سال در فرانسه. این زمینه سازی اون انقلاب سالها بلکه دهه ها احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی بود که مردم رو حتی مجبور دیدن خودشون رو حاکمان وقت که در خبرنامه ها با به قول امروز با فیک نیوز، با سوء اطلاعات و ضد اطلاعات سرگرم بکنن، ولی بالاخره موفق نشدن و یک زندانی که مثل زندان اوین ما هست، زندان باستیل رو ریختن و آزادش کردن و بدین ترتیب انقلاب فرانسه انجام شد. حالا سه عامل مهم رو بعد از اینه که در مورد حق اطلاع یابی و حق اطلاع رسانی
و بعد از اینی که راجع به افزایش حساسیت ها نسبت به تجاوز به حقوق و کاهش آستانه تحریک پذیری ما مردم برای اعتراض کردن در فضای مجازی و در فضای حقیقی صحبت کردیم، برمیگردیم به فلان که روانشناسا و فیلسوفایی که اون جامعه رو بررسی کردن سه تا چیز اصلی رو در اون جامعه ذکر کردن. بعد از این مقدمه‌ای که عرض کردم که اینجا ذکر میکنم برای شما که ببینیم که چطور میتونیم اون رو بومی بکنیم در کشور خودمون، برای اینی که ما هم مردمی باشیم که از لحاظ رضایتمندی از زندگی خودمون در سطوح بالاتری بتونیم خودمون رو قرار بدیم. این سه تا حس قوی تعلق اجتماعی و پیوستگی به دیگران در زندگی، در محیطی که آدم زندگی میکنه، ببینه که آدم ها بهش اهمیت میدن و بتونه که اهمیت خودش رو نشون بده، اهمیت دادن خودش رو نشون بده به بقیه، یعنی براش بقیه مردم بی اهمیت نباشن. یعنی شعر سعدی، تو که از محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامد نهد آدمی، در واقع همینجا مصداق پیدا میکنه. این شماره یک بود. شماره دو، طبق اون تحقیقات، انجام کارهای خوب برای نه خودمون، برای دیگران. در واقع نشون دادن که افسردگی و استرس و فشار و صدمات روحی روانی میتونه با مهربونی به دیگران، مهربونی های کوچک حتی به دیگران، کاهش پیدا بکنه و باعث طمأنینه و آرامش و آسایش روح شخص کمک کننده و خیر میشه. در واقع اون شخصی که کمک میکنه به دیگری و به دیگران، اون آرامش روحی که در اون اشخاص ایجاد میشه، قبل از اون در خود اون شخص کمک کننده و خیر هستش که ایجاد میشه. و داریم راجع به شادی و رضایتمندی، زندگی شاد و رضایتمند در ایران صحبت میکنیم و داریم مثالهایی میاریم از شادترین و رضایتمندترین مردم دنیا، یعنی مردم فلاند. این دو تا سومی، داشتن یک هدف در زندگی، یعنی بیکار و بیار، یللی تللی کردن، به بی هدف زندگی کردن، هدفمند بودن در زندگی، اینها عواملی هستش که بایستی که به شکل فردی، هر ستای این عاملی که الان ذکر کردم، از دیگری و دیگران شروع نمیشه، از من شروع میشه، از ما، از اول شخص مفرد و جمع شروع میشه تا برسه به دیگری و دیگران. این بسیار مهمه که تأکید بکنیم روش، که این از شخص خود من و شما و ما هستش که شروع میشه. خب حالا وقتی که هدف داشته باشه یک نفر یا یک جمعی یا یک ملتی در زندگیش، و اون هدف احقاق حقوق باشه، یک زندگی حقوقمند و حقوق مدار باشه، اون وقت اصلا نمیتونه توش خوشحالی نباشه. عرض کردم از حق اطلاع یابی و اطلاع رسانی میشه شروع کرد که یک حق ذاتی انسان هست. حالا میتونیم راجع به یک حق دیگه هم صحبت بکنیم و اون حق خودانگیختگی، حق استقلال، حق آزادی. آزادی در تصمیم گیری های زندگی رو یکی از عوامل بسیار مهم خوشحالی و رضایتمندی افراد و جامعه در زندگیشون ذکر کردن با تحقیقاتی که انجام شده. اون رو به خصوص مثلا در کشورهای اروپای شرقی، اروپای شمالی، این عامل رو در اون تحقیقات خیلی مؤثر دیدن. خب حالا برگردیم باز بخوایم ببینیم که چه پیشنهاداتی رو میتونیم به خودمون ارائه بدیم، چه پیشنهاداتی رو به دیگران ارائه بدیم، خودمون عمل بکنیم به اون پیشنهادات و راجبش فکر بکنیم. اگه بخوایم خلاصه بکنیم در یک جمله، اینطور میشه که آگاهی و عرفان به حقوق، حقوقی که ذاتی بشر هست
بشر بدون هیچ تبعیضی، بدون هیچ تبعیضی در زمان و مکان و افراد، چه زن باشه، چه مرد باشه، چه سفید باشه، چه سیاه باشه، چه ترک باشه، چه کرد باشه، چه فارس باشه، عرب باشه، هر چیز دیگه باشه، بدون هیچ تبعیضی این حقوق رو اولا آگاهی و عرفان بهش پیدا کردن، در ثانی در احقاق اون حقوق تلاش کردن و کوشیدن. در واقع باز برمیگرده به همونی که عرض کردم، گفتم آگاهی و عرفان به حقوق، یعنی حق اطلاع یابی، احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی که این حقوق رو در اختیار دیگری و دیگران هم قرار داده بشه، که در جمع، نه به صورت به اصطلاح انسان یک موجود جمعی و اجتماعی هستش، به کمک همدیگه در هسته های حقوق مدار بتونن این عرض شود که امر رو پیش ببره یک جامعه. اون شهروند خبرنگاری یکی از عوامل بسیار مهمی هستش که تو کشور ما یکی از شاید بگم مهمترین عامل بهتر شدن وضعیت ما شده. ما الان وضعیت اون تجاوزهای عجیب و غریب به حقوق در دهه 1360 رو نداریم. دیگه اینا نمیتونن اون تجاوزها رو اعمال بکنن به جامعه، برای اینکه جامعه اون جامعه دهه 1360 نیست. این دهه، این جوانها، دهه 80 ها به قول معروف که اومدن تو خیابونها بعد از قتل دولتی مهسا، نشون دادن که نه، انقلاب گفتن بهش نگید اعتراض، اسمش شده انقلاب. اینا نشون دادن دهه 80 ها که منقلب شدن، نمیپذیرن اون تجاوزها به حقوق رو، حتی در حق دیگری و دیگران. اون عامل سومی که مردم نظارگر هستن، اینها نپذیرفتن که نظارگر منفعل باشن و به خیابونهای حقیقی و حالا بیشتر به خیابونهای مجازی آمدن و فعال شدن و نتیجهش رو میبینیم که حتی آقای رادان هم نتونسته با اون سابقه بسیار خشن و بدی که داره بتونه اون جوری که دلشون میخواد این حجاب اجباری رو در جامعه به اصطلاح تحمیل بکنن به مردم با اون ابعادی که دلشون میخواد. خب گفتم حق خود انگیختگی، حق استقلال، و این استقلال از خود شروع میشه. در یک بحث آزادی در یک جایی یکی از هموطنان عزیزمون که در پیش ما نیست، روح شاد، وقتی که من از حق استقلال در سطح فردی صحبت کردم، متاسفانه بعضی از روشنفکرها مثل این دوست عزیزمون استقلال رو یه خطکشی مرزی جغرافیایی فقط در ذهنش بود، در صورت که این بسیار غلطه. استقلال یک حق ذاتی بشر هست. استقلال با آزادی میاد، و اگر که این خودانگیختگی در افراد، در من، در تو، در شما، در ما فعال بشه و هرچه فعالتر بشه، من، شما و جامعه ما هرچه خوشحالتر، خوشوقت‌تر و خوشبخت‌تر میشه. خب حالا این حق استقلالی که عرض کردم و خودانگیختگی رو، همونطور عرض کردم که انسان یک موجود اجتماعی هست و این اجتماعی بودن رو با همکاری، همیاری، حول محور حقوق در هسته ها، در هسته های حقوق مدار، مکرران راجع به این هسته ها صحبت کردیم. حالا شما میخواید اسمشو بذارید سازمان های مردم نهاد، عرضم به خدمت شما چی که به سمن معروف سرواجه هاش سازمان مردم نهاد، یا همون NGO هایی که در فرنگی بازش ذکر میکنن، اون هیچ چیز قول پیکر شاخ و دمداری نیست. چند تا آدم که با سلیقه ها و استعدادها و تخصصهای مشابه و مشترک هستن دور هم جمع بشن، اون میشه یک NGO، اون میشه یک هسته حقوق مدار، که به شرطی که در حیطه حقوق عمل بکنن، عرفان به حقوق و احقاق به حقوق تلاش بکنن، اون نمیتونه باعث خوشبختی و خوشوقتی اون فرد، اون افراد و اون جمع و اون هسته نشه، و هرچه تعداد بیشتری از این هسته ها
چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی در جامعه زیادتر بشه، اون جامعه، اون ملت خوشحالتر، خوشوقت‌تر و خوشبخت‌تر خودش رو میکنه. خب حالا وقتی که این معاشرت ها و این ارتباطات با سایر انسان ها، حالا میگم چه در خانواده، بستگان، دوستان، همکاران، همکلاسی ها، هم محلی ها، این حس قوی تعلق اجتماعی به یکدیگه و پیوستگی داشتن در درون اجتماع به همدیگه، این یک شور و شعفی رو در انسان ها فراهم میکنه که وقتی که از خواب بیدار میشه دیرش میشه که هرچی زودتر بره در اون جمعی که دارن، در اون هستهی که دارن، برای به اصطلاح تدبیر امور در استقلال آزادی کوشاتر و فعالتر بشن. چطور میتونه یک جمعی خوشحال نباشه؟ اگر تعداد این جمعها، این هسته ها به یک حد اقل رازمی برسه، چطور میتونه اون اجتماع خوشحال و رضایتمند نباشه؟ غیر ممکنه. خب چیز دیگه‌ای که راجبش میشه صحبت کرد، گسترش هنر هست. هنر برای تلطیف روح و روحیه. الانه مثلا اون شعری که بسیار معروف شد در سطح دنیا، برای که اون شروین عزیز، هنرمند گمنام، یک شناخته شد در سطح جهان، این یک آدمی بود هست که استعداد خودش رو در جهت سازندگی، در جهت خلاقیت، در اعتراض به نابسامانی‌های روزمره به صورت شعر درآورد. هیچ بودجه میلیون دلاری و عرض شود که این حرفام در اختیارش نبود، صدها نفرم در استودیوش کار نمی کردن که بخوان این تولیدات رو مثل این هنرپیشه‌ها، هنرمندهای معروف بخوان ارائه بدن به جامعه، نه یه نفر. اینه که به خودش آدم اعتماد داشته باشه، اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس جمعی، یک مرتبه این خود تبدیل به یک جرقه‌ای میشه که بتونه اونجور تأثیرگذار بشه در ایران، در منطقه و در سراسر دنیا. خب اینا، این فعالیت‌ها برای، داریم راجع به پیشنهاداتی که میشه داد به جامعه و قبل از اینه که به کسی دیگه پیشنهاد بدادم در خودش اونها رو راجبش فکر بکنه و اعمال بکنه. خشونت زدایی، خشونت میدونیم که بده، شکی نیست. خشونت گریزی، خب حالا اینم بهتر از خشونت گستریه. خشونت پرهیزی باز بهتر از خشونت گریزیه. ولی خشونت زدایی اصلا اینو میبره در یه سطح کاملا متفاوت. باعث خوشحالی آدم میشه، باعث خوشوقتی و خوشبختی آدم میشه، رضایتمندی میشه. چرا؟ برای اینه که با کارهایی که در جهت خشونت زدایی آدم میتونه بکنه، اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر میشه. این جمله رو تکرار بکنیم، اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر میشه. آنچه که زندانیان سیاسی الان در زندان ها میکنن. خانم محمدی یک فایل صوتی بیرون داده، من تو اینستاگرام هم گذاشتم، بسیاری دیگه هم گذاشتن، صدای زندانیان باشیم در زم تا خودمون تو همون زندان ها درگیر نشدیم و دستمون بازتره در خارج از زندان ها، در فضای مجازی صدای اون زندانیان باشیم. این اسلحه رو در دست سرکوبگر در خشنترین اماکن ایران بی اثر کرده. چطوره که نمیتونن بیان بگیرن، بزنن، ببرن، اعدامش بکنن؟ رو این تن شده با نکارهای خشن، با خشونت زدایی. این یه مثال فقط، خوشبختانه فقط محدود به یک شخص نمیشه. در جامعه ما خشونت زدایی، روش‌های خشونت زدایی هستش که باعث شده که اسلحه در دست سردار رادان و کسانی که زیر به اصطلاح دست اون کار میکنن، خشونت اعمال میکنن در جامعه، اسلحه در دستشون بی اثر شده. در مورد حق اطلاع یابی و اطلاع رسانی صحبت کردم،
یک روش ساده و بسیار مؤثر خشونت زدا استفاده از تلفن‌های همراه و انتشار دادن تجاوزها به حقوق، از جمله و بخصوص اون چیزی که این رژیم خیلی داره روش تمرکز میده، مسئله حجاب اجباری. خب اینو ما میتونیم بکنیم، لازم نیست خشونت خارجی حمله بکنه. یک هموطن عزیزی در مورد این که بله این حرفایی که شما میزنید خیلی هم خوبه، ولی اینا یکیشون گفت نمیذارن بشه، یکیشون گفتش که خیلی طول میکشی که بهش برسیم. خب حالا من در جواب عرض میکنم یه بحث خوبی شد، خیلی طول میکشه بهش برسیم فرمودین هموطن بسیار عزیز من. خب حالا خیلی طول میکشه بهش برسیم یعنی چی؟ یعنی میخوایم سریعتر بهش برسیم. چرا؟ توضیح این هموطن عزیز این بودش که شرایط بسیار غم‌انگیز و چه بسا فاجعه بار هستش در کشور ما، موقع کار فرهنگی نیست. اینا چرا نیست؟ برای اینکه اینا خیلی نگفت البته موقع کار فرهنگی نیست، گفت کار فرهنگی طول میکشه. باید انصاف داشته باشم و آنچه که گفته شد رو عرض بکنم به شما هموطنان عزیزم. خب حالا من میپرسم و پرسیدم که خب اگه این کارو نکنیم چه بکنیم؟ اگه این کارا که طول میکشه رو نکنیم چه بکنیم؟ بیاریم گریبان آقای خامنه‌ای رو بگیریم بکشیم پایین از ذریکه قدرت؟ مسئله ما مستبده یا مسئله ما رژیم استبدادیه؟ متاسفانه یه تعداد زیادی از ایرانیان در انقلاب 57 به این مسئله به اصطلاح مهم کم توجه کردند که مسئله رفتن شخص محمد رضای پهلوی نیست، برای اینکه اون میره یکی مثل خودش یا بدتر از خودش میاد روی کار که آمد. الانم مسئله علی خامنه ای نیست که یه ده متاسفانه از ایرانیان میگن که بیاد اسرائیل به سر مار، نمیدونم تو ایران چشم اختاپوس توی تهران فلان. حالا فرض بکنید که شما بدون کار فرهنگی به غیر از این پیشنهاداتی که با شما در میان گذاشتم بیان همین امروز خامنه‌ای رو وردارن، اون چه تضمینی هست؟ اگر که ما مردم در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر مشارکت نکنیم اصلا تضمینی نیست. اگر که ما در احقاق حق اطلاع یابی و اطلاع رسانی، احقاق حق استقلال و آزادی، در خشونت زدایی فعال نباشیم، بشینیم یه گوشه‌ای آقای نتانیاهو بیاد ما یه گوشه بشینیم چایمونو بخوریم و آقای نتانیاهو بیاد آقای خامنه‌ای رو ورداره بره، اینقدر مسخره است واقعا اون چیزی که بعضی از ایرانی ها میگن. حالا موشک رو که زدی اونورتر بزن، خامنه‌ای رو بزن. و اون موقع هم بود که امریکا به افغانستان و عراق حمله کرده بود که بابا تو این ور رو زدی اون ور رو زدی، خب بیا به کشور ما بزن و این آخونده رو ببر. نه ببر نداریم، هیچ قدرتی در دنیا، هیچ حتی یک قدرت هم در دنیا وجود نداره که راضی باشه در کشور ما یک نظام واقعا مردم سالار و دموکراتیک بیاد سر کار. اونو فقط ما مردم هستیم که باید تدبیرش بکنیم. اگر میخوایم مردم خوشحالی باشیم، اگر که میخوایم دوباره در رده‌بندی های آینده در دنیا همین جور سیر قهقرایی نداشته باشیم و سیر پیشرو داشته باشیم و به سمت اولین رتبه در دنیا باشیم، بایستی که در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر برای استقرار، برای استمرار و برای پیشبرد مردم سالاری فعالیت بکنیم. لقمه رو نگرفتن بذارن در دهان مردم فنلاند. بر اساس تحقیقات فرهیختگان، عرضم به خدمت شما آکادمیسیان ها و روانشناسا و فیلسوفا در فنلاند بوده که گزارش میدن که مردم فنلاند بسیار زحمت میکشن، تلاش میکنن واسه خوشحال ترین مردم دنیا بودن، 7 سال پشت سر همین رتبه رو نصیب خودشون کردن.
ما اون وقت این واقعا برازنده یک انسان قرن 21مه. اون کسانی که میگن برن بریم بشینیم کنار، بیاد آقای نتانیاهو سر ما رو بزنه، نمیدونم چشم اختاپوس رو بزنه، این توهینه به ایران، توهینه به ایرانیه، توهینه حتی به اون شخصی که این حرف رو میزنه. این خوشحالی نمیاره، این غم میاره. انفعال، یه گوشه نشستن که بیان زیر آدم هم واسهش تمیز بکنن، اون غمناک دردآوره. اون علیل بودن و ذلیل بودن غمناک دردآوره. ما نمیپذیریم همچی چیزی رو. جامعه ایرانی در تاریخ، در تاریخ معاصر لااقل، نشون داده که یک جامعه انقلابیه. حتی مثلا در یک جامعه روسیه ما نمیبینیم همچی چیزی رو. اتفاقات بسیار مهمی که افتاد رو خود مردم کمتر توش نقش داشتن در تدبیرش. مثلا در فروپاشی رژیم تزار یا در فروپاشی رژیم ارزم خدمت شما اتحاد جماهیر شوروی، اینا از درون فرو ریخت. ما انقلاب کردیم، ما منقلب شدیم. امیر کبیر نمیتونست امیر کبیر باشه مگر اینکه زمینه اجتماعیش در یک حد اقل لازمی از ما مردم وجود نداشت، ولی به اندازه کافی بیشتر از اونی که بود وجود نداشت که بتونه ادامه بده و کشتنش. مصدق نمیتونست در یک جامعه منفعل، کاملا منفعل بروز بکنه، خودش رو نشون بده، شکوفا بشه. یک حد اقلی لازمی از ما مردم در ایران در اون زمان بودیم که امکان ظهور مصدق و فاطمی و امثال هم رو، نریمان و بقیه امثال هم کم هم نیستن، حالا یکی دوتاشون رو من ذکر میکنم، همین الانه در آستانه شهادت تیمسار افشارتوس هستیم، یادی بکنیم از این شهید. یک حداقل لازمی از ما مردم در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر، در منقلب شدن، در انقلابی بودن نقش آفرین شدیم که مصدق تونست تا اون مقداری که انجام داد انجام بده. اگه یه مقداری بیشتر مردم ایران منقلب شده بودن، اصلا رژیم شاهنشاهی نمیتونست نه از تاک نشان مانند و نه از تاک نشان. آنچه که در انقلاب کبیر 1357 اتفاق افتاد، یک حد اقل لازمی از ما مردم نپذیرفتیم اصلاحات رو در رژیم. بعد از اینه که آقا هزار تا نامه براش نوشتن، هزار جور نصیحت بهش کردن، از نزدیکترین کسانش بهش نصیحت کردن برای اصلاحات در رژیم شاهنشاهی، نپذیرفت. تا اینکه دیگه دیر شده بود، هی میخواست امینی رو بیاره و نمیدونم، بعدم به بختیار دستش کوتاه موند و اونو آورد و سرنوشت هر دوتاشون هم که دیدیم که چطور شد. نه، یه حداقل لازمی از ما مردم نپذیرفتیم. اون آستانه تحریک پذیریمون اومده بود پایین، میزان حساسیتمون رفته بود بالا برای تجاوز، برای اعتراض کردن به تجاوز به حقوق. این شد که یک رژیم شاهنشاهی رو که قدرت‌های منطقه و دنیا ازش پشتیبانی می‌کردن فرو پاشید. فرو نپاشید، برانداختیمش. یه چیز پسیو منفعلانه نبود، فعالانه مردم ایران برانداختنش. خب حالا بازی امکان دیگه‌ای برای ما پیش اومده، یک حداقل لازمی از ما مردم با تجربه دوران امیرکبیر، با تجربه دوران مصدق، حالا اونا دوره، بیایم همین نزدیک، با تجربه دوران بهار انقلاب ایران، بهار ایران، میتونیم منقلب بشیم، منقلب تر بشیم و برای خودمون سرنوشت های خوب و خوبتری رو بسازیم. فقط چند تا از پیشنهادات رو اینجا خدمت شما عرض کردم و ارائه دادم با توجه به مطالعاتی که در
سایر کشورها در دنیا شده. ما میتونیم، ما برازندش هستیم که خوشحالترین و خوشبختترین ملت دنیا باشیم. ولی این از خارج نمیاد، از داخل ما میاد، از درون هر کدوم از ما میاد، هر کدوم از تک تک ما میاد. که دیگه نپذیریم که راه حل از طریق قدرت داخلیه. قدرت ها به طور کلی وقتی که میان سر کار، یعنی اینه که من بشینم کنار، قدرت ها کار رو انجام بدن، بیان خوب بکنن وضع ما رو دیگه. در سال 1388 ما از طریق قدرت داخلی خواستیم اصلاح بکنیم وضعیتمون رو. دیدیم که ایرانیان گفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. در جنبش 1401 ما از طریق قدرت خارجی خواستیم وضعمون بهتر بشه. دیدیم که اون آقایی که رانت رسانه‌ای فراوون میگیره بی حد و حصر و پشتیبانی‌های آنچنانی داره از سراسر دنیا، آخر سر به اینجا رسید که نه، من برم ایران چیکار بکنم؟ خانواده من اینجاست، دوستان من اینجاست. بله خب میریم حالا یه ملاقاتی میکنیم و سفری میکنیم، ولی نه اونجوری نمیتونم برم ایران. اینو ما تحمیل کردیم به قدرت‌ها. قدرت‌ها نتونستن یه کارزای و یک چلبی واسه ایران بسازن، برای اینکه ما نپذیرفتیم، برای اینکه ما سرنوشت‌های خوب و خوبتر و روزها و اوقات خوش و خوشتر برای خودمون داریم رقم می‌زنیم. حالا اینایی که عرض کردم در کوتاه مدت، در میان مدت و در دراز مدت کاملاً عملی هست. اینا رو من از آمار کره مریخ رو نیاوردم، اینا رو از مطالعات در کشورهای دیگه که سرنوشتی مشابه ما و سرنوشتی مشابه فنلاند رو دارن که 7 سال پی در پی خوشحالترین و خوشوقت‌ترین کشورهای دنیا، ملت‌های دنیا بوده، خدمت شما ارائه بدم. امیدوارم که این رو راجبش بیاندیشیم و تصمیم بگیریم که می‌خوایم کجای کار باشیم. این بستگی به خود ما داره. هیچ ملت دیگه‌ای، هیچ کشور دیگه‌ای نمیاد دل شور ما رو بزنه که حالا بریم یه کمکی بکنیم به ملت ایران. نه، اینطور نیست. متاسفانه قدرت‌هایی که اون کشورها رو اداره می‌کنن، مثلا امریکا، میاد میگه که منافع ملی ما در ایران باید حفظ بشه، در منطقه باید حفظ بشه. اون پذیرفته این رو. منافع ملی ما در منطقه، در اسرائیل، در فلسطین باید حفظ بشه. یه عده کثیری پذیرفته بودن این رو، ولی با اتفاقاتی که داره میفته الان، به خاطر اینه که جامعه جهانی کوشش داره میکنه در حق، از جمله حق اطلاع یابی و حق اطلاع رسانی. همین یکی 200 پیش نیویورک تایمز گزارش کرد که دانشگاه ییل، عرضم به خدمت شما، 10 نفر رو بازداشت کرده. همین چند روز پیش در دانشگاه کولومبیا 100 و چند نفر رو بازداشت کردن به خاطر اینه که اعتراض کرده بودن به تجاوزهای اسرائیل به فلسطینی ها. دانشگاه کولومبیا از همین امروز اعلام کرد که درساشو به صورت مجازی و اینترنتی میده، دیگه نیان سر کلاس بچه‌ها که بیان اعتصاب بکنن و تظاهرات بکنن. حیات هاروارد رو هم بستن. خب این چیزهاست که اتفاق میفته، که زحمت هم میکشن مثل فنلاندیا، دستگیرشون هم کردن تو دانشگاه کولومبیا و ییل و جاهای دیگه، ولی این چیزها هستش که باعث خوشحالی اون مردم میشه و شده. ما بلدیم راهشو. متاسفانه یک دستاندازهایی افتاد، پذیرفتیم، خودمون نقش خودمونم بدونیم. یک عده‌ای از مردم رفتن زیر بیرق آقای رضای پهلوی سینه زدن که جنبش مهسا
به تبدیل شد به منشور مهسا که آقایون اون جدایی طلب و تجزیه طلب و اون سلبرتی های که متاسفانه از حق استقلال بوی نبردن و تجاوز به حق استقلال فردی و جمعی و ملی ما رو پیشه کردن، متاسفانه ترمزی شدن در این جنبش. ضرر رو از هر جا جلوش رو بگیریم منفعته و امیدوارم که هرچه زودتر جلوی این ضرر رو بگیریم، چرا که حیات ملی ما در خطره، چرا که هر یک روز بیشتری که این رژیم سر کار باشه خطر سوریه‌ای شدن، خطر لبنانی و افغانستانی و عراقی شدن، خطر اوکراینی شدن کشور ما، خطر فلسطینی و غزه‌ای شدن کشور ما با هر یک روز بیشتری که این رژیم سر کار باشه، این خطرها افزوده میشه. خیلی از توجهتون متشکرم.